أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وعلى أهله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين پروردگار عالم را شکر گزار هستیم که یک بار دیگه مور موقع ملاو شد باید خدمت شمو مومنین و مومنات و مخصوصا جوان و جوانها و نوجوانها دخترها و بچه ها که میخواین عرسی کنن و ازدواج کنن و یک نو زندگی را میخواین آغاز کنن در خدمت از اونا هستم. مسائل خانگی و مسائل فیملی بسیار زیاد است و موضوعات هم بسیار زیاد است. عزیزانی من، برادرانی من، یکی از موضوعات فیملی کی پرابلم زیاد کریئیٹ من جوائنٹ فیملی است. بعض مایا تربیتی خود یا اولاد کی بریش بسیار مسائل ها پیش مایا و جنگ ها از خاطر تربیت یا اولاد مشه و از خاطر تربیت یا اولاد امکان در مابین جوان ها و مابین زوجین یعنی زن شوهر طلاق به وجود باید تربیت چی صحیح نشنه. این هاست خود چی سکیلز داره و چی مهارت ها می خواه. اگر ایگو وقت موقع ملاو شد در خدمت شما مگم موضوع بیس از مو که دمی چند روز در خدمت شما هستم ایسی امنه پروگرام از مو است. او درباره فکترز آف دیورس است و مسائل طلاق که بسیار زیاد یک ناخوشایند در منی معاشی از مو داره که اطلاعات داره و مایه زیاد شده یه ریشویشی ریتینگ طلاق بسیار زیاد شده رهیه و امیدوار هستم که پروردگار عالم مو که دزی گبای خو که خدمت شمو سروران عزیز جوانهای عزیز و فیملیز که مطالب کی بیان منوم مفید ثابت شونه و یک زندگی آرام یک زندگی پرسکون ما بین زوجین ما بین جوان جوانها ما بین دوز یک زوج که است یا زوجین به وجود باید. لذا دمنی کمنٹس هم او روز کی مجلس ما برنامه داشتم. بعضیا مشوره دادن، برادر مو امجد حسین یک مشوره داد، یک دیگه برادر مو علی جان یک مشوره داد. بعض دمنی خود این باکس از ما یک بلوک سوال ها و مشوره که است سجیشن هم ات مسائل خو مردم در مطرح مونه. برحال مسئله بسیار مسئله گمبیره و مسئله پیچیده یه که ما انشالله می خواهیم در امزی دو روز که منده امروز و یک روز دیگه در خدمت شما بعضی مسائل عرض کنم. کلیشیش دمنی فیملی زیاد شده رهی از زنی من برادرانی من میگرنی که دمنی یک جوان که عرسی کده و کده یک دختر یا دو یک دختر کده یک دیگه بچه عرسی کده دمنی بسیار زود مدت کم ده طلاق میرسه یا طلاق میرسن یا دیگه مسائل کورت و مسائل دادگاه و مسائل دیگه خانه جنگی هایی که پرابلم ها و مشکلات است اونها به وجود مایه. خب اینا علت هاست خود خود علت ها در آگه گر واقعا مو شمو علت ها را بررسی کنی و درد را مو شمو متوجه شونیم بسیار زیاد امکان شیست که طلاق مسئله شی ریشوی شی کم شونه و مو شمو بیتنیم که امو درد را وقتی که فهمیدیم برایش یک دوا پیدا کنیم. وقتی دوا پیدا شد علاج مشه از نانی من دوره یه قانون دنیای سبب اسباب است دنیا کاز اند افکت است. اگر ما کاز شی پیدا کدوم افکت شیم پیدا مشه از من برادرانی من. لذا ای مسائلی که ما در خدمت شما شروع کدوم اگر انشالله اگر دیگه کمیونیتی ها هم آماده بودن ما در خدمت از نام استم در امی مسئله فکترز آف دیورس را مو پیش مو بری. بسیار زیاد مسائل های دیگه است برای هر موضوع مو میتنی زیاد دیسکس کنی زیاد بحث کنی زیاد مباحثه کنی شما سجیشن خوبی دین شما سوال های خود مو میتنین شرعی سوال های خود مو میتنین ال شما توخ کین ما روزم در خدمت شما گفتم طلاق را باید اقسام شی باید مردم خبر شونه. یک طلاق رجعیه یک طلاق بائینه یک طلاق خلا است یک طلاق ولاییه که یک بچه یک دختر را طلاق نمیده در او گمویای شی ما معنی دیدند نایش ولی سفید منم زید منه. خب این مسائل ها در وجود مایه و وجود امده یا کسته بسیاری از افراد هر مومین گرنی جوان ها را میگرنی که دخترها را میگره از کویته میگره بس کیسی می نمیندازه یا کیسی می نمیندازه. خب آلی او را در او گورنمنت سخت است در او ویزه نمیده آلات در او سخت شده رهیه. دخترهایی که در اونج در کویته زندگی مونه
او اطلاعاتی دزمو که درو میرسه و او چیزهایی که دزمو میرسه اونجم بسیار خطرناک صورت حالمی دخترو اختیار کده بعضیش البته کم شی بسیار کم شی خب درو تعداد درو امکان داره که زیاد شده بوره شوهر هم طرفی زنهای خود توجه نمیده خب مسائل خانگی زنی من به طور کلی و عال بسیار زیاد استه اخلاق در خانواده یک موضوعیه تربیت اولاد یک موضوعیه فیکتورز اف دیورس کی مو در خدمت چمو کدزی مقدمات کی درو مگم یک موضوعیه خودی حقوق زن و شوهر که یک دیگه خو چی حقوق داره اینها یک موضوعیه اینها تمام از خود خود گنته ها می خواه انسان بیس کنه مباعثه کنه و مطالبی بسیار مهمی در برای خدمت شما برسندنه خب مو شما واقعا علا توکلی عرصی مونیم نه تحقیق مونیم نه ریسرچ مونیم نه امو اسکیلز و امو مهارت ها و امو معیار ها و امو شرایطی که قبل از ازدواج لازم است نه مو اونار ده خمشی هستیم از زنی من شما تو کن دیران حتی یک بچه که یک دکتر که میخوای عرصی کنن خون تا اینا تیست مونن یعنی ضروری از طرف اگر شرعن ضروری نباشه قانونا اینها اجباری کدن که باید دکتر و بچه باید خون یک دیگه خود تیست کنه و تو کنه که گو ناجوری نیه یا خون از نه میچ مونه نمونه یک بلوگ از این مسائل ها برای اولاد سبای روز برای خوبصورتی شی برای نمو جنتیک شکسته اثرات داره می خون خب اینها روز بروز دنیا وقتی ترقی مونه مو شمو چرا ترقی نکنیم مانند استاد عزیز مو بسیار خوب جمله گفت خوچی ماهر نفسیات و ماهر خانوادگی است مگه ما یک جای رفتم کلاس گرفتم از زنها برای زنها مادرها اونجا تمام عمر بود از 50 سال بیگر از 40 سال بیگر از 30 سال بیگر اونایی که نوجوان تازه عرصی که داد اونام بود ما از نپرسان کردم که واقعا شما چقدر مهارت ها و اسکیلز خانوادگی رو خبر هستین خبر هستین یا نه چقدر رفتین شما برنامه اتین کردین چقدر شما رفتین درامه توخ کردین یا به وقت یو گو پروگرام توخ کردین داکومنتری توخ کردین درباره ام زی کد اکسپرت شما رجوع کردین گفت یک نفرم دست قبال نکرد یک مادرم دست قبال نکرد یک زنم دست قبال نکرد و همیتر مرد ها دست قبال نمونن توخ نمونن و اصلا اطلاع ندارن لذا امیدارم که ما سوال کرده رفتم آخری گفتم چند نفر شما فیلم اینجا توق مونین گفتم همیشه دستای خبال کرد فیلم های اینجا رو لین زدن گفتن ما او فیلم اینجا توق کده او فیلم اینجا توق کده لذا من گرنی که فیلم اینجا رو توق مونن دراما رو توق مونن سیریل رو توق مونن لیکن او چیزی که بسیار بسیار ضروریه زندگی انسان یک بارم خونه مای زندگی انسان عرصی گودی به قول بعضی از برادران بعضی از لبتر یا خوب گب بزنه زندگی عرصی گودی خونیه دبره یک سال دو سال خونیه باید اطلاعات کسب کنیم از زنی من باید زن و شوهر بچه و دختر باید از ایدگی خو اطلاع داشته باشه ایدگی خو بیشناسه کوالیتیز ایدگی خو بیشناسه خصوصیات ایدگی خو خبر باشه که چی خصوصیات داره مرد چی خصوصیات داره زن دختر چی خصوصیات داره خانوادهش که ما چند روز پیش در خدمت چی ما گفتم لذا اینها مقدمه بود از من که مو شما باید توجه داشته باشی ما زو خاطری مقدمه را پراکندگی صحبت کردم که تاکه برادران جوین کنه و ما اصلی موضوع خود را شروع کنیم و امیدوار هستم که تا آخر شما ممنین از من نرین یعنی مجلس گوش کنین مومین گرنه که بعض اوقات یک نفر ما یک نفر نه مور این چیزا را سیریس بگیرین واقعا ما برای تیم برای تیم چی یعنی صرف کدوم چندین گنته ما باید بورم که دوستادا مشوره و کتابا رو توخ کده خودن خواسته ما تا احسان نمونم برای زی که شما جوان های عزیز یک زندگی آرام داشته باشین او پرابلم هایی که شما از ما دمنی این بوکس پرسان مونین ما اونها رو میخواییم دمنی امزی برنامه ها برای شما بیان کنم خب لذا ما از نالی از این شروع مونی هر قص که آدم اماده امونا ما گزارش مونم تا آخر بومن زیاد زیاد نیم گنته چیل منیت ما کچی موستم و دیگر هم میتونن که دعوت بیدن و نرین از مجلس نرین از این لایو برنامه مو نرین کسته در وسط ایله ندین که بعض از مسائل ایجاد موشه خب مو از آنی من بسیاری که وقتی اما دی فیکترز آف دیورس را میخواستی بیان کنی چون بعض از افرادها نو هم ده ما ایر ده خدمت چی مو گفتم که فیکترز آف دیورس را اگر میخوایی بفهمی قبل از ازدواج کرایتریه و معیارها را باید متوجه باشیم اگر ما بعضی از معیارها را بعضی از کرایتریا را بعضی از پرینسپلز را ما رعایت کنم یعنی یک دختر یا یک بچه یا یک فیملی رعایت کنه زندگی گل گلزار جور شده میتنه برایشی کار شده برایشی تجربه شده و این اصول و این معیارها برایشی زحمت کشیده شده تجربه شده لذا اگر اینها را ما طرفشی توجه دادیم و رعایت کردیم
انمی معیارها زندگی رو د خوش خرم زندگی تبدیل مونه اگر نکدیم انمی معیارها توجه نددوی شي و امیتر علی توکلی ارسی کدو انمی معیارها توجه نددوی شي سبب مشه کی یکی از مسائل طلاق حساب شونه ما گفتم اول نه معیار اصلی دینداری بود اول نه معیار اصلی اخلاق بود اول نه معیار اصلی از نانی من برادرانی من تناسب خانوادگی بود اعتقادات دینداری اخلاق تناسب خانوادگی که میچ کنه دو خانواده این بسیار مهم است بسیار ضروریه برای یک زندگی اگر ما این معیارها را توجه ندادیم انمی معیارهای توجه ندادوش تبدیل میشه به فکتورز اف دیورس خب ما در خدمت شما گفتم از من درباره اخلاق امام رضا علیه السلام و نفر اماد در خدمت امام گفت ما میخواییم اولاد خود دختر خود یک مردی بیدیم که بد اخلاق دو زیاد میزنه و تقوا نداره نماز نمیخانه امام گفت که لا تزوجهو یعنی دختر خود دزو ازدواج نکو سی الخلق یا سی الخلق که خلق شی بد است دزو ندی لیکن بالعکس چی امام حسن علیه السلام گفت اگر با اخلاق بود دیندار بود مذهبی بود صحیح مذهبی زانی من دختر خود را بیدی چرا سبای روز امی اخلاق امی پریزگاری امی تقوا نمیله که بری دختر تو ظلم کنه حتی اگر دختر تو را از دل خوشم نداشته باشه عشقم نداشته باشه ظلم نمونه اگر خوش داشته باشه خود چی خوب لذا اینا از خود خود اثرات داره اگر اعتقادات ما مد نظر نگرفتو این نگرفتو خود چی تبدیل میشه به یک فکتور اف دیورس چرا چون که دمنی خانه که کسی که نماز نخوان تو خود تو زن نماز میخوانی یا مرد نماز میخوانه زن نماز نمیخوانه اونجی ده خانه این مشکلات ایجاد میشه چون که مطابق ایدئولوژی است تو مطابق افکار است تو مطابق عقاید است تو درو شوهر تو را نموره نماز نمیخوانه لذا ما باید قبل از عرسی باید چیزا توجه کنیم بعد از بعضی ما یم که شوهر ما نماز نمیخوانه خود تو باید قبل از عرسی توجه میدادی که ما کدام فرد باید انتخاب کنم امیتر دینداری امیتر ببخشید تناسب خانوادگی باید میچ کنه یک خانواده از زنی من برادرانی من میگنه که بسیار کنجوس است بسیار کنجوسه من خانیشی دختر که میخواید من خانه بخت خوب بوره اصلا از خود خود یکو اختیار نداره یعنی تناسب خانوادگیه اما کیفیت خانوادگی اما شرایط خانوادگی دختریه که اصلا از خود خود یکو حرف زده نمیتنه یک خانی شوی خان بوره زیر نظری ایکی خو یا زیر نظری بابی خو یا زیر نظری بیرار خو یا زیر نظری شوهر خو یا شوهر خو نیه زیر نظری خوارای خوسته ای د خانی شوهر خو مایا تمام از اونجی کسته ای آرډر میگره وای از اونجی ای یک بلوک مشورار میگره مایا خانی خو میخای اپلای کنه کی شوهر شینه میخای لزام میچ خانوادگی بسیار ضروریه فرهنگ آداب رسوم اینها را که روز ما ته خدمت چمو گفتم امروز کی میخایم بیان کنم بسیار زیاد د منی معاشیزمو که یکی از اسباب شی و یکی از علتهای اصلی که مستقیم و دایرکت نتیجه طلاق را میده یعنی یک فکتری است یک کازی است یک ریزن است که مستقیم نتیجه شی طلاقه او خیانت است خیانت اگر زن نسبت به شوهر خو و شوهر نسبت به زن خو خیانت کنه زنی من برادرانی من خیانت کنه خیانت یعنی در مقابل شی وفاداریه وفادار نباشه خیانت کنه یقین کن اگر شوهر خبر شد که زن چی داره و خیانت مونه راحل واحد که در نظر شوهر یا در نظر بچه معلوم میشه در مقابل خیانت زن او امی است که مگه ما یه زن طلاق میدم امی تر زن اگر بینگر نه شوهر چی داره و خیانت مونه هر چند که زن کم ذره احساساتی است عاطفه شی بال است کم ذره صبر مونه کم ذره حوصله مونه مشوره مونه مور شوهر خو شاید سمجاو کنه کدی فلان دختر دیگه تو روابط نامشروع نداشته باش تو خیانت نکو اصلی زن تو ما هستم ناموس تو ما هستم تو خیانت نکو کدی دیگه از کد از من نرو روابط غلط کدیگه نکو امکان داره سمجاو کنه در مرحله اول زن لیکن آخرش میگن که نمونه باز مو امیه که میگم ما ای شوهر خوره نمیخواییم از ای درو که دیگه دختر رو موره ای که دیگه رو آبید های غلط کسته که ناموسی دیگه مردم داره الان که ناموسی اصلی شی ما هستم لذا یکی از اسبابی که بسیار زیاد زن و شوهر توجه داشته باشه جوان و بچه توجه داشته باشه او یکی خیانت نسبت به دیگه خو نکنه اگر خیانت کدن نسبت به دیگه خو باور کن انمی بالکل نتیجه ایشی بسیار واضح معلوم میشه که جدایی ہے لذا خیانت
دمنی زندگی جوانها اگر ما چی از طرف مرد چی از طرف دختر ای طلاق است یک فکتر شی بسیار واضحه. خب علمو باید توخ کنی که خیانت از کجا پیدا میشه؟ خیانتی که آخری نتیجه شی یا دایرکت نتیجه شی ایه که طلاق صورت میگره من یک خانواده ای از کجا صورت میگره؟ یعنی عوامل چی چیه؟ ریزنز خودی خیانت چیه؟ ایه میزانی من توخنی اسلام قربانی اسلام شنم چقدر مو شما را رای حل را نشون میده. ما بارها بارها در خدمت عزیزان و در خدمت سرورانی عزیز امیر گفتم که وقتی پروردگار علم مونگه گناه نکین اسلام ماهی مونگه گناه نکین معنیش اینه که تو فقط در تقربی پروردگار علم نمیرسی نه تو در امزی دنیا زندگی تو گل گلزار موشه تو در امزی دنیا زندگی تو بسیار خوب موشه لذا مونگه گناه نکو غیبت نکو غیبت اگر کدی بسیار مشکلات اجتماعی به وجود مایه مثل مشکلات خانوادگی به وجود مایه خیانت اگر مگر نکو که نسبت یک دیگه خو امانت دار باشین معنیش اینه که فقط در او دنیا مشکلات ایجاد میشه در عالم آخرت مشکلات ایجاد میشه نه در همزی دنیا هم مشکل ایجاد میشه یک شی همی خیانته که اگر زن نسبت به شوهر خو خیانت کرد معنیش همیه که زندگی از هم میپاشه و طلاق را به وجود میره لذا خیانت یکی از گناهان کبیره دمنی اسلام که هم نسبت به یک دوست و انسان خائن نباشه هم نسبت به خانواده خو خائن نباشه هم نسبت به زن خو و زن هم نسبت به مرد کس خیانت نکنه لیکن از اون طرف تو کنی خیانت علت چی چیه خودی خیانت نیز ریزن چیه یک ازانی من مرد کی نسبت به زن خیانت مونه ایره میخایم اول بگم مرد کی نسبت به زن خیانت مونه مور روابط غیر درو انتخاب مونه یک شی مسئله جنسیه ببخشید ما کم دایرکت بعض اوقات مگم شاید بعضی ها بگه چی رنگ درو دایرکت مگه مجبوری ہے ای مسائل ها را کی بیان کده هم روایات بیان مونه مشکی مشکلات را هم د منی اونایی که مسائل اجتماعی را خانوادگی را بیان مونه امونا بیان مونه یک شی مسئله جنسی ہے مسئله سیکس است مسئله ازی است که زن و شوهر طرفی از ای چیز توجه نمیده شاید ممکنه بعضی شرم محسوس کنه نه زنی من این مسئله بسیار مسئله مهمه مسئله جنسی دمنی خود ایران دمنی تهران که بررسی شده 35% دخترو که از شویای خود طلاق گرفته یا فرار من از خانه خود مسئله جنسیه شوی فقط هوا و هوس یس خود خور شهوت یس خود خور توجه میده طرف مقابل را ضروریات طرف مقابل را توجه نمیده و او شرایطی مسائل و شرایطی جنسی که باید رعایت چونه قبل از مسائل جنسی که چی شرایط داره در وسط مسائل جنسی که چی شرایط داره و بعد از او که چی داره اونهایی که اکسپرت هستند در فیلد اونها گفته اینا رو باید آگاه باشه ام زن باید آگاه باشه ام مرد باید آگاه باشه الما شما سوال منم واقعا کدامی جوانها این مسائل خبر داره نداره لذا مردی که طرف خیانت موره عزیز زن سیر موشه یک شیمیه که زن چی توجه نمیده به طرف شوهر خو یعنی مسائل جنسی شو توجه نمیده یک دو مرد امکان داره خدای نخواسته در مرض فیلم های فحش مبتلا باشه امروز دنیا را و جوانها را که خراب کده فیلم های فحش فیلم هایی که از خود که گو حد و مرز نداره جوانهایی که مبتلا هسته اینها چی کار نزنی من اینها یک شهوت کاذب یک شهوت دروغی منی وجود انسان پیدا مونه یک بچه ای که مسئله جنسی که طرف مقابل خود در یک عرصی کده باید کنه او از خود که یک شرایط داره مثال که طور پر یک گنته مثال دو گنته یا نیم گنته یا یک 20 منیت لیکن مومین کرنی که اونهایی که فیلم های فحاش توغ مونن فیلم های غیر شرعی توغ مونن فیلم هایی که حد و مرز نیه اینها خود به خود منی ذهنی از جوان یا مرد میندازه که ما باید جنسی مسائل ما باید پیریر چی باید طولانی باید باشه در حال که تر نیه اونها ممکنه بعض از درگز استعمال کنه بعض از دوایار استعمال کنن ممکنه دمزو فیلم که در اونها ریکارد مونن یکو کار مونن خب اونها باید اونها یک ایتر نیه که بز یک گنته دو گنته سه گنته که اونها مو سینه که در اونشو میده تو هم امور داشته باشی نه زنی من لذا این جوان ها باید متوجه باشه که خود خور چراو کن از فیلم های فحاش اگر میخواید زندگی بسیار خوش و خرم داشته باشه اگر زندگی بسیار آرام داشته باشه و نسبت به زن خو خیانت نکنه و از اول زن چم باید متوجه باشه که ما باید مسائل جنسی شوهر خور باید پورا کنم تمکین چیر ما باید پورا کنم لذا
یک وجوهات چی شد که زن توجه بده به طرف مرد و مردم توجه بده به طرف زن و از اون طرف فیلم های فحاش فیلم هایی که فحاشی پیلاو منه فیلم هایی که حد و مرز نداره فیلم هایی که غیر شرعیه اونها را باید از نانی من از یک طرف گناه هست گناه های کبیره از یک طرف انسان مابین چی شهوتی کاذب پیدا منه این خیال منه که زن ازمه یا زن خیال منه که شوهر ازمه باید امو چیزی که منی سین توخ کده منی فیلم های فحاش توخ کده فیلم های فحاشی را توخ کده امو چیزی ما باید اینجی پیاده کنم امو چیزی ما ایر پی اپلای کنم نموشه اپلای بدن تو قدرت نداره جسم تو قدرت نداره بس موری دنبال دوایی ها موری ممکنه دوایی های کاذب را ممکنه او که از خود خو عوارض جانبی زیاد داشته باشه ساید افکت زیاد داشته باشه اونها را تو انتخاب کنی و بوری مثلا یک شو دو شو سه شو چهار شو پنج شو یک ماه تو ممکنه کی غریزه جنسی خوره پورا کنی ازو بعد تو عصبی میشی ازو بعد تو عصبی میشی ای خود از ساید افکت بری اعصاب تو میندازه تو چچړه پنج هورمونه تو فیلم ها را که توخ کده یک شهوت کاذب منی تو همده آلی از طرفی امو مقابل خود رو ایر پورا نمیتنی ای چی چرپنی منی تو وجود میره چی چرپنی که منی تو وجود آورد تو موری دنبال یک دختری دیگه که شاید او نیاز مر پورا کنه بز موری که دزو خدا نخواسته نوز بله دو روز نرسن زنا مونی وقتی انسان بچه یا مرد بوره زنا کد از او بعد زنم که اگر خبر شد میگنی که مسائل ایجاد میشه و خیانت را در منی زندگی انسان ها منی زندگی یک زوجین ایجاد مونه لذا یکی از خیانت ها که در منی خانه به وجود میره مسئله ازی است که جنسی مسائل باید طرف زیاد توجه داده شونه یکی از عارف ها یکی از بزرگای عارف است جای شرم نیست از زنی من او طرف ازی چیز توجه میده مگر هزار یک نقطه معرفتی که بیان مونه منی هزار یک نقطه معرفتی یک شرم گامی باید مسائل جنسی باید مد نظر گرفته شونه ایج اشکال نداره جای شرم نیه که انسان ها بوره جوان ها بوره کتاب ها باید بخانن صحیح کتاب ها رو نخوندن خواسته که او شهوت دوباره ابراو کنه در صورت استیتس بخانن در صورت یک کتابی بخانه که فوتوا نباشه امو مراحل را و امو شرایط را برایش بیان کنه و او را او طرف چی توجه بده زانی من برادرانی من ای یک که منی خانه خیانت صورت میگره یک چیزی که خیانت صورت میگره ایه که از زانی من برادرانی من او هم مسئله جنسیه که جوان اگر خدای نخواسته در مرض چشم چورانی یعنی چشم چوران بوده که طرف ناموسی مردم همیشه توخ مونه ای خودی توخ کدو که یکی از تیرهای شیطان هسته ای خود چی خیانت به بار میره خیانت به بار میره یعنی چی یک توهم منی ذهن زی ایجاد مونه و امکان داره که ای چندین زن صدها زن را منی ذهن خو بیندازه و ای چندین زن ها که منی ذهن خوندخ ده خانه که مایه میگنه زن چی او تر که ده برو است عالی او خان او تر ده درون نیه یعنی ده برو ممکنه بسیار خوبصورت دخترو را ای طرف چی توجه کده باشه توخ کده باشه ده خانه که امات د خانه کې امات میګنه زن چې تر خوبصورتي نه دره امزو خاطر اسلام ما یې مګ زن را مګ تو باید خود خو سجاو کو زینت بدی تا کې شوهر تو طرف یست تو توجه کنه و برو کې دکتورو را شوهر تو دیده یا عمدن دیده یا غیر عمدی دیده ای ابا واپس با طرف استو اٹریکشن طرف استو جذب شنه و از خیانت چیره بچاو کو لذا یکی از چیزهایی که انسان د منی خانه خیانت را به وجود میره هم از طرف زن هم از طرف مرد طرف ناموسی مردم توخ کده است زنم امکان داره طرف جوان ها توخ کنه بسیاری از زنها هست شویایشی مسئله جنسی شر توجه نمیده و طرف خود از خود هم توجه نم نشوی هم تا که زن باید زینت کنه هم تا مردم باید زینت کنه صاف سطره بیله دندنهای خود باید بوشه خوب سور سر سنبال خوب باید روست کنه دیگه دخانه باید توخ کنه زن چی میگنه که یک از برو هم ده یک دنه بدال شوی هم ده که دل شیر استرم طرف خود کش نمونه خب ای زن مورا به طرف دیگه کس و اگر خدا نخواسته زنها ممی تر فیلم های فحاش توخ کنن و طرف جوان ها زیاد توجه داشته باشه در منی خانه خیانت میره لذا یکی از فکتری بسیار بسیار مهم او امی خیانت است که طلاق را به دنبال خو میره امیدوار استم که زندگی های جوان ها منیش وفاداری باشه امانتداری نسبت به یک دیگه خوب باشه او تر امانتداری که اگر مرد بوره کارهای خو کنه یک ما دو ما گم باشه زن امو با حجاب بمنه امو امانت دار شوهر خو بمنه غیرتش و عفت از خود خو د منی خانه د غیر موجودگی شوهر خو حفظ کنه
لذا ای بسیار بسیار ضروریه از من. امی خیانت من ابری کی یک چیز دیگه بگم قبل از اینکه دیگه مطالب بیان کنم. بعضی از جوان هر ما بگم چرا شو ازن خور کوی نمونین دمنی استرالیا شر کوی نمونین کیسی چر نمیدین اینی سیتیزن هم است اینی کی سیتیزن نباشه سیتیزن است با قاعده میتنه کیس خور کیس زن خوب بینه زمانی یک ما دو ما میتنه زن چی بایه من چرا نمونی مگا آقا اینجا حالات خرابه زن ما کوی نمیتنم خب وقتی تو زن خوب کوی نمیتنی چرا کی اچ کچ شارسی کدی چرا شر دارو کوی نمیتنی دارو تو البته یونای کی سیتیزن است بریجینگ ویزا والا یک مسئله دیگه یه یکی لتهاش که رفتم جستجو کردم چرا اینا کوی نمیت چرا کوی نمونه چرا اینا دارو ایتر جیجک محسوس مونه امیه د زین خود چون کی که دکتروی مردوم کدی انگریزا کدی لبلب کلب ملب زیاد رفته بعضی از افرادا خیال مونه زن یزما میتر موشه یعنی خود خیانت کده که زن خو عالی کی اگر میقای زن خور کوی کنه خال کی زن از من خیانت مونه ما بور کار بور کده گو کسی دیگه بچه که صدای ای روابط خور برقرار کنه چون کشوری استرالیا ملک استرالیا آزاد است یورپ آزاد است انگلند آزاد است امریکا آزاد است لذا انسان او چیزی که ما بین خود چی است او چیز را برای دیگه هم خیال مونه امیدوارم که ای خیانت که در مقابل چی وفاداری را است ای را برادران طرف چی توجه بیده اگر انشالله اگو وقتی دیگه ملاو شد درباره خود خیانت عواملی بسیار تفصیلی خیانت ریزن خیانت را در خدمت چی مو بیان مونم ای یک فکتری از دیورس که خیانت بود دو شما توخین آمادگی ازدواج را بسیاری از جوانها نداره توجه کن طرف همزی نکته از که بسیار مهمه بسیاری از جوانها آمادگی ازدواج را نداره زنی من شما توخ کن ما مثال میخواییم بزنم اگر یک نفر میخواییه گو پروژیکت شروع کنه یکو دیگه سیستم میخواییه زندگی خود بیره قبل از او باید بعضی از مراحل را تیه کده باشه پشت سر تیه یعنی پشت سر گذاشته باشه یعنی او مراحل به خوبی ای تیر کده باشه که بورد مرحله بعدی نموشه که در مرحله اول ای ناکام باشه گا بورد مرحله دوم نه زنی من کامیابی راشی میه که مراحل زندگی را ما باید استیسته در کامیابی باید تیر کنم یک مرحله را تیر کدوم دویم نه مرحله را سیم نه مرحله را چارو مرحله را لذا بعضی جوانها در مراحل اول نمیتنه کامیابی حاصل کنه مرقرار توبنه در مرحله دوم میگن که اونجا هم ناکامی صورت میشه ناکامی و روی برو میشه لذا دل برداشته میشه و بسیاری از مشکلات در وجود میاد و بعضی از مؤمنان خودکشی هم مونه زندگی ازدواجی می ترسته یک جوان در مرحله ازدواج نرسیده آمادگی فکری ازدواج نرسیده بلوغ فکری را نرسیده زنی من خب این مایا چیکار نه تا بال بلوغ فکری شی نشده یعنی بالغ نشد از لحاظ فکری ازدواج را نفهمیده هدف ازدواج را نفهمیده مقصد ازدواج را نفهمیده علی میخواید رو عرصی کنه و عرصی که کد چند مدت بعد یا بسیار کم مدت میگن که نه ما خو فیل استم وقتی که فیل بود از زنی من ای تمام گند را بری طرف زن خو میندازه یا زن میندازه گند را بری طرف شوهر خو و جدایی صورت میگره بسیار در کم مدت ممکنه در مدت دار روز بیست روز یک ماه دو ماه صورت میگره لذا آمادگی فکری هم بسیار ضروریه ما باید همونطور گفتم قبل از ازدواج باید آماده باشم که ما چرا ازدواج مونم اگر خدای نخواسته ما ازدواج را در این نگاه تو کنم که فقط جنسی مسئله خود ما رفع مونم فقط و فقط هرچند که جنسی مسئله رفع شدهش یکی از اهداف زندگی ازدواجی و مشترک است لیکن ما فقط امیر سوچ کنم یا بعض اوقات دمانی بعض از خانواده ها مادر پدر ها جنگ داره جدل داره خانه جنگه ای رای حل چی میگره مگه ما اگر واقعا عرصی کدوم سبای روز عرصی کدوم بیرم زی خانه برمش و مرم از خاطر جنگ و جدل مادر پدر خو ما میخوای عرصی کنه همی که از این مسئله تبال او را کامیابی پشت سر نکده تیر یعنی باید او کدام زو مادر پدرش که جنگ موکد باید در اونجی خود خو میسازید مو فهمید که آینده زندگی از ما میتر شده نیه ای از اونجا فرار مونه ما یک زندگی دیگه شروع مونه وقتی دیگه زندگی که شروع کرد فرار کرده دیگه اونجا من ناکام بوده اینجا خیال ما کامیاب شم اینجا مزدانی من ناکام است بسیار در کم مدت زندگی از گرشی ختم موشه زندگیش از هم میپاشه و در طلاق مسئله کست مهرسه چی دختر گفتم چی دختر باشه چی بچه باشه لذا باید برای ازدواج آمادگی داشته باشه انسان یک انگیزه باید داشته باشه باید فکر داشته باشه که ما درو چی کار مونم بعضی جوان هر مومین گرنی گفتم از خاطری
علتهایش مختلفه. رویا میگرنه یعنی خیالات، خواب میگرنه زیاد. زندگی خیالی را اجابت میکنه قبل از عرصی جوانی را میگنه جوانی، جوانی زندگی خرافاتی، زندگی خیال بافی، زندگی توهم. این زندگی توهم ممنه 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 یک زن توهمی من ذهن خو ایجاد مونه. من ذهن خو یک زن توهمی کی ایجاد کرد، من ذهن خو یک زندگی توهمی کی ایجاد کرد. اوم از خاطر فیلم ها، از خاطر سریال ها، از خاطر سوشل میدیا، از خاطر مختلف وجوهات داره. یک ویدیو هم ما انشاءالله جور کدوم ورم اپلود مونم که جوان چرا در زندگی خیالی گرفتار میشه. بیما یک زندگی خیالی را برای خو یک حقیقت خیال مونه. وقتی حقیقت خیال کرد دمزی زندگی خیالی مایا زندگی حقیقی آرسی مونه. وقتی که مایا اون زندگی خیالی را که اداپت کرده بود در من ذهن خو و از زندگی خیال حقیقی دور بود از درکشی در اینجا که مایا میگنه نه یه خود دیگه واقعا دیگر انگایا او چیزی که ما تا فکر کرده بودم از زندگی را در ذهن ما که نقش کرده بود او خود دیگه یا آلی خود مامدوم دیگه زندگی ریم تو کنم یه خود دیگه یا بسیار زود از آنی من از هم میپاشه و زندگی کسته در طلاق میرسه. باز دویم دیگه مایی رو که گفتم باید آمادگی ازدواج زندگی رو باید داشته باشه. دوم این که یک اولنه نکته باید از خود خو رب داره انگیزه کافی باید داشته باشه که ما بعضی جملات در خدمت شما زوالم گفتم انگیزه کافی باید داشته باشه. اهمیت انگیزه ایه وقتی که ما میخواییم یک فیل را انتخاب کنم، آرمی میخواییم بروم، دی سی میخواییم جورشونم، سی اس اس میخواییم امتحان بدوم یا مخانون دی از مولی طلبه میخواه انتخاب کنه زندگی خوره، خب ما باید یک انگیزه داشته باشم، یک محرک باید منیم در وجود باید که مرا پوش کنه که ما برمونو کار انتخاب کنم. اگر ما منیم انگیزه نبود، اگر ما منیم یک محرک نبود، مرکز نبود که موتیویت کنه برای فلان هدف، ما بازم برمو هدف را انتخاب کنم، مسائل از ما منی زندگی ما پیدا میشه در هر فیلد. زندگی ازدواجی ما میترسته اهمیت داشته باشه انسان را که پوش کنه به طرف ازدواجی زندگی. ما همونطور گفتم باید ما هدف زندگی رو باید بفهمم که ازدواج منوم یعنی چی، ما که سبا روز اولاد خانه می پیدا میشه یعنی چی، ما که اگر جوائنت فیملی رو ایله میدم یعنی چی، ما چند اولاد باید داشته باشم، اینها تمام اینا رو باید از اول باید خبر شونه. اگر گفتم رفع نیاز رو فقط توجه کنه، جبران در زندگی خو ناکام بوده، همیشه یه گو فیلد مرتا کار میکنه ناکام، او کار او کار بال میکنه ناکام، ای کار بال میکنه ناکام، یک دیگه میخواسته فکری واس کنه ناکام، یه گو بیزنس میخواسته واس کنه ناکام، میگری ناکام ناکام ناکامی های خورمایی را بریشی از رای حل شده ازدواج را فقط خیال منه. نه زنی من ای منیشی انگیزه نبوده، ای از خاطر مجبوری هم ده عرصی کده، اما تا گفتم که از خاطر جنگ پدر، جنگی پدر مادر هم ده علی عرصی کده، از خاطر خسته شدن مجرد، یعنی ما والله از مجرد بودن خسته شدم از که زن ندروم، ما خسته شدم، دوست ما عرصی کرد، او دوست ما عرصی کرد، او دوست ما عرصی کرد، خب اونا عرصی کرد رفته شاید انگیزه ها را اونا اما هدف زندگی را خبر بوده. تو انگیزه تو چیه؟ فقط که او دوست ما عرصی کرد، من باید عرصی کنم، همیتا که فلان استرالیا رفت باید من استرالیا برم، فلان یورپ رفت باید من یورپ برم. نه زنی من، این مشکلات را ایجاد مونه و عرصی که کدی اگر انگیزه نداشتی، علمی انگیزه نداشت، تو یک حرکت که ما باید تو رو پوش کده باشه به طرف عرصی، این خوش تبدیل مونه تو رو به از یک زندگی تو زندگی جهنم جوشنه و زندگی برسه در طلاق و به جدایی. لذا ما امیدوار استم از زنی من برادرانی من که جوانها از خیانت خود رو بچاو مونه. عوامل خیانت گفتم فیلم های فحاش است، عوامل خیانت چشم شورانی است به طرف ناموس. خیانت یعنی که انسان بعض از گناه های دیگر کنه که انشاءالله ما رو خدمت شما عرض مونم. لذا اولین امروز که در خدمت شما بیان کدوم خیانت استه، خیانت کوشش کن که خیانت نکنیم. یک دوم چی باید آمادگی ازدواج باید مو داشته باشیم. دو سه باید انگیزه کافی یعنی یک حرکت یک محرکی باید باشه که مر به طرف ازدواج پوش کنه او را ما باید داشته باشم. هدف ازدواج ما باید آگاه باشم. ای سه چیز را در خدمت شما گفتم. سبا و دیگه سبا که شهادت امام جواد علیه السلام است در خدمت شما مایم، یک راه حل کلی یک اصول کلی در خدمت شما بیان مونم که اگر در خانه ها جنگ موشه،
قبل از چی مسئله طلاق باشه چی غیر طلاق باشه چی ریزار مسائل باشه چی کٹا مسائل باشه بعضی از مسائل ها را رائے حل هایش را روایات بیان کده چند اصول را بیان کده او را به طور کلی د خدمت چمو بیان منم امیدوارم که زندگی از مو شمو د طرف خوب بره و جنگ و جدل ها زندگی مو ختم شنه بیره گفتم که انشاءالله دیگه مطالب را سبا دیگه سبا عرض منم یک نکته دیگه که می خواهیم در خدمت شما و جوانهای عزیز و مردم که اگر مرد رو توغ مونه و ما گزارش مونم که ای ویدیوز را و ای کلیم که مرد رو گب میزنیم مطالب را ای را بورین در منی میتینگ های خو امی گب از مره امی مشوره از مره امی سجیشن از مره منی خو مطرح کنین بینوانی یک مسئله سوشل ای را باید بنی از منی گبای از خود خو نایی که فرند لائنی دین قرار گرفتن نایی که فرند لائنی کارای سوشل مونن اونها بیشتر فکر کنن بینوانی یک دردمندی قوم بینوانی یک دردمندی مذهب باید اونها را الهار توجه کنن کمیتی ها باید جورشنه سرچانده ها باید بیشنن یکی از مسئله بسیار بسیار زیاد واقعا که باید طرفش توجه داده شنه مسئله جوانهای عزیز از موسته اونایی که بریجینگ ویزا دارن اونا منجی مندن تقریبا حدود شاید 2000-3000 یا کمتر زیادتر مندن آرسی اونایی که آرسی نکدن البته اونایی که آرسی کدن ما اونار کار ندارم فعلا او جوانهایی که آرسی نکدن و بریجینگ ویزا دارن ما از فیملیزی که سیتیزن دارن یا پی آر دارن یا او فیملیزی که خودون چی بی خانوادگی رفتن بریجینگ ویزا دارن وال نمیخوای کویتا بایا دختر دمی بخت داره دختر داره از برای خود ما گزارش مونم که ای جوانهایی که بریجینگ ویزا است کویتا دختر آرسی نمیتنن چرا اگر آرسی هم کنن خواسته نمیتنن و فقط این نیه که فقط خواسته نمیتنه سال یک بار در ایران با یک جای دیگه بار که ازو تیر کنه برای یک ما دو ما ایر زندگی نمگذنی من بهترین رای حلی که ما بسیار بسیار سوچ کدوم برای بریجینگ ویزا والا جوانها امیه که امزون جی اونا آرسی کنن زندگی خوش شروع کنن بسیاری از جوان ها رو میگرنی از 30 سال 32 سال 34 سال درو تیر شده رایی عمرشی زندگی که لذت میخوای اوتاو کنه امی از 20 ساله 25 ساله 20 ساله است بعضی از بریجینگ ویزا والا رو میگن دختر نمیدم که چرا میگه تو بریجینگ ویزا خب بریجینگ ویزا است است دیگه امون چی خواسته لی قانون چی مون خبری بور نمونه خب یک خدا هم خوش میشه قوم هم خوش میشه یک کار انسانی است خانواده ها که دختر خوره بده به جوان هایی که اونجی بریجینگ ویزا داره و از کویت دختر گرفته نمیتنه یک ده حق بریجینگ ویزا والا گپ زدم دو بریجینگ ویزا والایی که خبر نبودن یک زمانی و که این قانون ها سخت روز بروز سخت شده موره دختر گرفتن ازدواج کردن از این کویتا ما از این بریجینگ ویزا والا گزارش مونم جوان های عزیز ما برادر های عزیز ما بسیار عاجزانه گزارش مونم که شما باید مسلسل رابطه داشته باشین کدی زن خو زن چمو نیاز به عاطفه داره زن چمو نیاز به محبت داره زن چمو نیاز به محبت داره زن چمو نیاز به خرچه داره اگر میترین امکان شیسته پیسه جمع کنین باین ده مثلا دیگو ترد کانتری اونجی که اگر امده میتنین کدز نا تیر کنین اونها را دل بدین چکر بدین چرا تفریب ببرین و از رای حلی صحیح شی نیه که اگر واقعا میگنی که رای حل نیه تقریبا 20 سال دیگه بعد ما میتر شاید خالی یک سال بورم کدی زن خو ملاقات کنم این ناکافیه برای یک زندگی اجتماعی و زندگی مشترک این ناکافیه باید در نظر از ما پیسه جمع شونه و خوب زبردست 2-3-4 سال خوب زحمت بکشین پیسه جمع کنین حدود تقریبا مقصد کی کنین که سبر در کویتا باین آپس برای همیشه که زن خو زندگی کنین چون نموشه فقط ما برای 1 سال برای 2 سال فقط ما سالانه که زود تیر کنم ها اگر امید دارین اگر قانون ها نسبت به ویزا درو سهل مشه نرم مشه میتن میخوایم مو فهمین که درو ما میتنم 2 سال بعد 3 سال بعد زن خور کوی کنم بزمی اشکال نداره یا شما مگه بورین یگو گاو یگو دیهات بورین چند سال زندگی کن از زو بعد آپس پاین بزما تور پی آر میدی خب امو پروسس ویزه تو پیریر شی کم است شما زودتر زن خو میتنین کوی کنین خب پروا نداره لیکن واقعا یعنی عقل شما بگین قار مار نشین بریزما یا مار بری شما قار شما نه زن من یک دیسکشن است سوچ کنین میشو که ما یک دختر درو کوی منم کچارسی کدوم بریجینگ ویزا والا او زمانه ما خبر نبودم قصوروارم نیست البته من که دختر ارسی کدوم طلاقم باید بدگبه مبغوز پروردگار علمه رای حل چیه رای حل هم یک سال ما بعد باید د ایران بای می اگو ترد کنتری بورم که دزو ملاقات کن نه زانی من باید و باید پیسه جمع کنی
بای زندگی شروع کنی دیگو شهر پاکستان رای حل چی نمیه آگر میتنی شش ماه ده اینجی باشی شش ماه ده اونجی باشی بازم پرواه نداره چرا ایردارو مگم ما باز گفتم خیانتی که ده منی زندگی جوان ها به وجود میرا برای زندگی یک زوجین یکشی مسئله جنسی ما گفتم هم دخترها نیاز به مسئله جنسی داره مسئله فقط پیسه نداره مسئله فقط پیار نداره مسئله جنسیه از یک لبه اینترنت آزاد از یک لبه سایت های بسیار بسیار تعداد لاکه ها بچه دارم مگ بچه کی مگ جوان ها مگ اونها فیلتر هم کی نیه سنسر هم کی نیه پاکستان آزاد ہے. ماحولی که دمنی محله ماحول بسیار خراب است و تو هم کوی نمیتونی فقط مای 50,000 20,000 30,000 تو برای دختر برای زن خو رایمونی خب او مسئله جنسی داره یا نداره شما ایر سوال مسئله جنسی داره دیگه دمنی روایت هم ده که تو باید در چار شو بعد پنج شو بعد که زن خو ملاقات داشته باشی از خاطر چی داره ای اساسیت ها رو روایت مگه از خاطر ازی که مسئله جنسی بسیار خطرناکه لذا رای حل چی در نظر از ممی میرسه که جوان ها باید اگر نمیتنه این بالکل خوش مفهمه در راه بنده خوش نفسیاتی شده سایکو شده زن چم نه سایکو شده خب طلاق هم که واقعا صحیح نیه باید که زن خود در زندگی یک جای زندگی شروع کنه ای او بریجینگ ویزا والایی که قبلا عرصی کده بریجینگ ویزا والایی که میخواه که دخترای پاکستان عرصی کنه کویت عرصی کنه که ما قبلا هم یک ویدیو داده بودم بسیار جوان ها من ناراحت شد از بعد باز مسئله را نزاکت چیر فهمید گفتن واقعا آقا صحیح مگی ما از اونها گزارش امیر مونم که اونام عرصی نکنه اونمو رای حل چمیه که کدی استرالیا والا فیملیز را که ما مشوره دادم امون جی اونایی که چی سیتیزن است چی پیار است اونها دخترای خوره بیدن این هارا بیدن این جوان هارا که زندگی اینا زندگی از خود خوره شروع کنه ما اید برای قسمت ازو سیتیزن والا افراد ها که اونایی که سیتیزن است ما از نه گزارش مونم که دمه تقریر خو ما از رئیس خو ما گفتم بسیاری از افراد ها جوان ها مگه موزن خو نمیخوای اینجا حالات خرابه یعنی چی تو حالات خرابه اول تو بری زن خو باید اعتماد داشته باشی چرا دلو نمیخوای تو زن تو از خود که سرپرست نیاز داره اولاد تو یک محبت پدر نیاز داره خود تو مسئله جنسی نیاز داره زن تو مسئله جنسی نیاز داره خب اینها رو تو مد نظر نداری بس خالی میگی اینجا حالات خرابه حالات خرابه پیسه جمع کو بر دیگه چرا تو زن خور کوی نمونی؟ لذا اینا را باید طرف شی اونایی که سیتیزن است توجه بده و زود کیسی زن های خورا بیندازه البته او بریجینگ ویزا والایی که زن که شویای خور خوش داره و شویای خور که چی میخوای زندگی کنه ما از اون دکتر هم گزارش مونم شکایت ایم است که شما که دیروز در خدمت شما گفتم نیلین که در زندگی شما اینترفیر کنه بعضی از افراد ها بعضی از سهلیای شما نیلین که اینترفیر کنه ای چرا تو 9 سال شد چرا تو 5 سال شد ای بری زین تو کار کنه و تو را شوی تو بیزار کنه و تو تمام روز شوی خوره تنگ کنی هر روز شوی خوره تنگ کنی چرا مر نمیخوای چرا نمیخوای خو خواسته نمیتنه دیگه خو باید اگر رای حل صحیح باید سوچ کنی تمام روز تو تنشن بدی یا امی دکتر هورم بعضی اوقات ما مینگرنم که بسیاری از ساتیای شی سهلیای شی که سیال دریایه یا یک دختر شوی شی بریشی کم زره کاروبار شی دمنی استرالیا وسیه او امکان داره که یک لاک روپیه ماهانه رای کنه خب یک بچه نمیتونه یک لاک روپیه رای کنه یک بچه ممکنه 50,000 رای کنه 20,000 رای کنه چرا تو شوی خور تنگ مونی که وستو بیزار شونه سبای روز بوره یک طرفی یک دختر دیگه و بوره یک خیانت کنه نسبت بیستو چرا اعتماد را از فضای شی از مابین زندگی خو خواهر عزیز تو ختم مونی چرا تمام روز طرف شی اور اذیت منی خاطر چند نه سهلیای خو واقعا تور ما دیروز گفتم نیلین حتی نزدیکترین فرد خانه تو دمن زندگی تو انترفیر کنه حتی نزدیکترین فرد تو خود تو که شوی تو یک جای شده مسئله را باید حل کنین مسئله را باید سالف کنین درسته که باید مشوره از کلانا بگیرین لیکن اگر اونا مستقیم دایرکت ما مداخلت کرد من زندگی شما این زندگی را تباه و برباد مونه و مو میگنی که بسیاری از جوان هم شکایت مونه اگر دخترو شکایت مونه که مور ویزی مو فلان خرچی مو خب شما هم از لبا بچه درو تنگ مونین درو دیگه گبی ساتی آی خو گوش کو گبی فلانه گوش کو گبی فلانه گوش کو چرا؟ خب بعضی از دخترو رو واقعی مو اینم دیده که امی بچه کی ترس خوردن بعضی از دختر ها بعضی از بچه وقتی که میخوای کیس تو رو بیندازه در منی مای در استیلیا خب چند مدت بعد کی سیتیزن هم میگری خب از او بچه را لغت زده و فارغ مونی میگنی که گورنمنت حکومت است ده یک زیرو زیرو فون مونی موری گا پولیس کوی نیزن شوی خورس خانه برنی خب بعضی از بچه از خاطری از این مسئله
نمیتونه بی خای شما رو کیسای شما رو بیندازه، خب جیجک محسوس مونه، ترس مخره. لیکن اینها تمام مسائل حل شدنیه. او چیه کی اعتماد، او چیه کی وجعل بینکم مودتا و رحمه، پروردگار ما بین شما مودت و رحمت قرار داده بعد از نکاح، لتسکنوا علیها، برای عزیز زندگی داده که شما دیگه خود سکون و آرامش بدین، نه که گبای ساتیای خوش کنین، گبای سیال دریا را اداپت کنین، گبای افرادهای دیگه خانی خورگوش کنین و باین برای شوهر کو فشار بیرین. نه، شما اگر اعتماد نشو دادین، شما اگر محبت نسبت به شوهر خو نشو دادین، کیسای شما ممکنه زودتر اندخته شونه و شما را زودتر کوی کنه. ازا این مسائل بعضی از جوان ها که این بوکس کده بود گفت این مسائل رم بگی مازو خاطر مسائل رم و مسائل دیورس را کم مختصر کدوم و این مسائل را گفتم. پروردگار عالم دعا مونم که مو شمو و جوان ها مخصوصا امی فیکترز را، امی شرایط را، امی اصول را، امی پرینسپلز را طرف شی توجه بده و او رال هایی که مو در خدمت شما بیان مونم طرف از نام توجه بدین، اداپت کنین اینا را، اختیار کنین، من زندگی خی اپلای کنین و یک زندگی گل گلزار نصیب شما شونه. اگر یکو سوال داشتین میتنین دایرکت از ما دا ایدی ما که استا دا اونجی سوال میتنین و امیتا دا منی کمنٹس میتنین، اگر گو پرایویسی نیستا اینجی میتنین سوال کنین، دا منی خودی این بوکسی سینی سایتی آف اکچوریا میتنین سوال کنین و اگر او مسئله طلاق داره گو خواهر مو طلاق ولایی هم رای حل شید تقریبا داره اونایی که شوایش طلاق نمیده اونا را مرایش پیدا کردیم اونام طرف از میتنه رجوع کنن. مسائل شرعی دیگه ای که خانوادگی اگر پرابلم درین طرف از مو میتنه رجوع کنین، مو در خدمت مو همیشه استی. البته یک محدود تایم است، اگر مو سری وقت جواب دادن تستین نداد ممکنه از مو ناراض نشین، مو اینجی مصروف استی، مصروف خانوادگی پڑھائی مطالعه استدی و دیگه کارها هم است، دیگه مو طرف از نام مصروف استین، لیکن اورال میتنه از مو سوال کنین و سوال های خود منی ان باکس سینی سایتی آف ویکتوریا یا دایریک از من میتنی شما سوال کنین. ما نمبر مام کیسته آقای احمد بایی یادیگا راکین را ما میدم اونا بیندزن، اگر دایریک سوال کدین ما در خدمت شما استم. شما عزیزان را به خدای متعال می سپارم و امیدوارم که 21 تاریخ ساعت 7 بجه به مناسبت شهادت امام جواد علیه السلام باز حاضر مشین، جوائن مونین و مطالب بسیار مهمی، یک راه حل های، یک اصول های بسیار کلی که بسیار کارگوشا هست من زندگی اونا رو ما در خدمت شما بیان مونم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.